سلام سهل هستم چقدر قشنگ و لطیف و و منم رام هستم استالیت رو شروع کردم چه خوب آدم و شخصیت به شازه احساسه بالی کرد تازه <applause> 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 فهمیدم مردم چرا این کار من تو هر گویی بخوریم و برق نمیگه آخرش با شخصیت بی شخصیت ان شخصیت ما تو چهار دقیقه اینجا بودیم آروغ لخت یعنی خوب شد بیهایند سینا رو نشون نمیده آره الان دیگه خیلی متشخص نشستیم اینجا که اومدیم حرفای خیلی مهمی بزنیم امروز راجع موف موو کردن گفتی ها موو کلا آره میخوام در مورد موو کردن یعنی پایه بحث ولی بیشتر برمیگرده به تربیت مادر پدر امروز اپیزودی که برای دوستانی که میگن فوش ندین و اینستاگرام و یوتیوب جدید نه بیشتر خوب که برای کسایی که اگر دلخوری از ما هم این اپیزودو برای اونا بفرستن شاید اونا گوش کنن شاید یه چیزی یاد بگیرن مو موضوع اینه که کینگ رام الان داره موو میکنه بعد از خونه در... میمی اون که خونش بعد این چیز فکرها واسه, واسه این توی موو پیش اومده واسه این داستانش رو بگو چیه آره ببین فکر میکنم که همه خیلی موافق هستیم موو کردن و جابشون از یه خونه به خونه دیگه که از سخت ترین کارهای دنیاست کل زندگی تو بری بار بزنی و بری ماشین اجاره کنی یا تراک بگیری و بگیری یا تیم استخدام کنی یه پروسه خیلی سخت سر در آور برای آدمی مثل من که سه هزار بار موو کرده و هر دفعه یه ذره وجودم میذاره تیکه بیشتر از وجودم میمیره توی این پروسه چون اصلا من, من کل زندگیم هدف اینه که مینیمال ترین حالت ممکن باشم کل زندگیم میتونم توی دو تا تا چمدون مختصر کنم و دو تا ساز و وسایل موسیقی مامان برکس ها مامان من که حالا میگم بعضی مامانشون بعضی باباشون بعضی وقت جفتشونه معمولا جفتشون آره و مام بابا دیدی که اصولا یه وابستگی دارن به یه سری اشیا اشیا چه جعبه تلویزیون نمیزنن آره. <تصفيق> <تصفيق> آره ما همه جعبه مبای همه چیزامون اونا هم هستش یعنی تو تو کلی مووا از چند هم گم شد که فوش خوردم اون کلی سرش آه. و این چیز با ارزش نیست واقعا یه جعبه کارتون که گم شده و و فوش خوردم سرش ولی می میگم بگم یعنی توی این پروسه موو کردن اولا که چقدر درسته به نظر تو که آدم زنگ میزنه به دوستاش موقع موو کردن اون و اون چقدر مرام میخواد تو تو به نظر یه مرام خفنی رو برای کسی بیای میخواد کمکش کنه به زنگ زنگ آقا می زن. آه میه. من دارم موو میکنم بیا کمکم چون کمرت به گا قرار بره روزت به گا میره کلا فوش میخوری آخرش هم مثلا اون چیزی که یعنی یه فوش کس کسیف ترین چیز میدوزنه بیرون با یه سلایس پیتزا آخر روز میدن شانس بیاری آره شانس بیاری بحال بشه. <تصفح> 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 یه آب جای نیمچه گرم ولر مثلا گیرت بیاد ببین من فکر میکنم موف کردن با دوست خیلی سن بیسه آره راست میگی. یعنی بید. من یادم با حال تایمو زندگی زندگیم توی یه کوچه بود و خونمون یه خوابه بود من خواهرم اومده بود ما که خیلی سخت به خونه اجاره کنی. روزان روزا میخوندی بعد زده بود که بعد شواب میگه پنج نفر اومده بودن بعد دو تا بچه مثلا از اینا اومدن هیچی به اون نمیداد خلاص یه خونه یه خبر به زور گرفتیم بعد توی همون کوچه من اکتیولی همیشه میگشتم دنبال خونه دیگه تا یه دونه خونه دو خوابه اومد یارو قبل از تو رو روزنامه بذاره تو توی چیز برد خونه زد بعد ما رفتم به این سیخ کردم که ها خونه بده ما خونه به ما اجاره داد خانمه. مثلا از این کوچه هستش که دیگه برج یه نفر ده تا برج بغل هم همچین کوچه تصور بکن ما برج یکیم برجم هم هست پنج طبقه ما برج یکیم این برج سه مثلا ما باید بیایم از تو برج بیایم بیرون یه برج رد کنیم برج دوم بریم تو بعد من چیز کردم زنگ زدم به مثلا شاید عددش خیلی بالاست مثلا شاید 20 تا به دوستان آقا بیایم کمک مو بعد مثلا 15 16 نفر شواب کردن شدن بیشتر بعد با من و مامانم و خواهرم و مثلا خالم و اینا کلاً شده مثلا 20 نفر بعد ساعت 9 شروع کردن موو کردن 10 تموم شد شهد. بعد تموم شد که رومیز میوه بود داشتیم فیلم نگاه کردیم دوخونه خوردیم چون مثلا میز که روش میوه بود و من و تو با هم بلند کردیم با میوه بردیم گفتیم ول کن بعد خونه رو فقط پیس و ور بیداشتیم. مثلا گفتیم الان خونه تلویزیون میخواد میایم تلویزیون رو ور می‌ذاشیم مثلا می‌ذاشیم تو جای تلویزیون حالا میز میخواد وقتی میز میخواه. حالا مبل میخواد مبل این از یه ساختمون یه ساختمون دیگه داشتیم میرفتیم دو دو تا ساختمون اون وقت آره. فاصله مثلا 200 ماشین دیگه لازم هم بود خب اون یه شانس گنده هم اون بود آره ماشین لازم نبود بعد تعداد همه این مورچه ها بود همه پاشون یه تا چیز بود بعد ظرف یک ساعت تمام چیز تمام شد در لیو دیگه مثلا کابینتو باز میکردیم بعد من جی بشقاب آدم نفر اول نفر میره بعد بشقاب دوم نفر دوم بعد من خودم لیوانم میرسم توی ظرف میبردم بعد اونجا میشینیم سر تق تموم شد کابینت ولی اصلا جواب استفاده نکردیم خیلی موو قوی بود ولی هر چی بزرگتر شدیم اون مثلا 16 نفر شد دوازده شد برد. برد شد بعد شد 9 بعد شد 3 بعد دیگه شد الان هم اون صفره, همه صفره، تو من زنگ بزنیم من به زنگ بزنیم و غیر برم یا تو بیای مثلا من میام ولی کمک نمیکنم کنم من میام اونجا نه مهم نیستم من مثلا داری میای پایین بعد میام دستم میزنم زیر مثلا من اگه دو نفر نمیاد پایین تخته بعد یه کیف بهم میدی کیف رو میبرم میذارم تو ماشین من مثلا را میرم برای تو مثلا یک ساعت دو ساعت کمکی قبل میکنی یارو تخت برمیش یه نفری میاد نه منم برای این موو مثلا کمک کسی دوستای هم بگیرم که اونا بیان تو شانس اونا بودن تو یه روزم استخدام که میخوام یه خونه بعد مامانم انقدر وسیله داره ببین واقعا هر چی بگم کم تازه نصف وسیله اون رو دیدن ها و باز هم هنوز زیاد داریم یعنی <applause> یه بار دوز اومد تو خونه همه چی رو دزدید و هنوز انقدر بار زیاد داریم که مثلا به اندازه سی تا خانواده فکر کنم بار داریم ما <تص> آره من خب خوده. کافی من تو کف که اینایی که جمع میشن و با استفاده نمیشه یه یه خیاطی مال 300 مثلا سال آره بعد دست... یه دستگاه خیاطی قدیمی از عتیقه است خب بعد اینقدر سنگین سه تن وزنشه از سه تا قاره ما اینو کشوندیم برو خودمون مثلا چرا آخه؟ کی کی خیاطی میکنه هیچ کی <تصفح> میدونی این مثلا همینه بعد تو این پاکت شده تو رپش همینجوری مونده تا کی مثلا من یه داشتم همین داد بیدار که تو میکنی داشتم تو صورت مامان بابا میکردم که چرا این دین هوردرت همه جمع میکنی آخه این خونه ای که ما اونم من الان توش هستن این خونه رو ما مثلا ده پونزه سال پیش گرفتیم ده پونزه سال پیش من تنها اینجا بودم خب یه خونه هشت خوابه است من تنهایی توی این خونه زندگی میکردم خونه این ژورنالا بود میوانی توش عشق میکردی خوشگل با حال اینا بعد الان خونه مامانم که میدیم، مثلا در پارکینگ که میزنی انقدر وسیله توش کنی نمی باور کنی بعد درو در باز میکنی بغلای پله ها وسیله چیدم تو میام با بالا چون اونجا درو تو خونه دید نداره بعد نه دقیقاً دقیقا میدونم حس حالشو همه جو و هر کاری تو باز میکنی تا لبه پره بعد میری اتاق رو کمدای مامانم و لباساش نمیتونی چپ و راست بدی خب بعد پنج تا اتاق بابام زنگ زده میگه که فردا ماشین میتونی بیاری آیکیا میخوام چیزی بگم جا نمیشه تو ماشین ما میگم چی از که میشه <applause> پنج تا کمد <applause> هر یه متره یعنی پنج متر کمد داری میخره پس میگم بابا میفهمین شما دو نفرین توی خونه پنج اتخابه چون پنج اتخاب بالاست سه تا اتخاب پایین میگم شما توی پنج تا اتخاب نباید دیگه مشکل فاکین کلازت داشته باشین <applause> واقعا باورم نمیشه بعد حالا رفتم تو انبار به هر چی میخوام دست بزنم لازم میشه فلان بسا دقیقا میخوام بنزین نه نه این شد لازم آلا میشه این میدن بخوره حالا اینو تموم کنم یادم میاد مامانم دعوا میکردم که چرا این عادت احمقانتون دارین چیه واقعا یه حرف جالبی زد که من تو ترجمه نکردم نمیتونم حرف رو بزنم گفت چون ما تو جنگ زندگی کردیم ما تو جنگ کیسه فریزر رو میشستیم استفاده میکردیم گفت میشستیم برعکس میکردیم آویزون میکردیم خوش دوره استفادهش میکردیم مثلا اینقدر چیزی نبود و این یه منتالیتی به ما داده که هر لحظه همه چی میتونه از بین بره مثلاً ما میخوام اون لحظه آماده باشیم که بیشترین وسیله رو داشته باشیم ما منتالیتی میگیم که هر چی تماشا میرم میخرم اینو نه ند... اون منتالیتی رو ندارن خب این خیلی به من جالب بود چیزی که من احساس نکردم هیچ ولی حالا خارج از این مثلا خونه مامانم اینا پنج تا اتاق داره هر پنج تا اتاق یک تخت خواب کوین سایز توشن بغیر از مسک کینگ همشون هم روشون پتو هست خب احتمالا یه پتو هم تو کموت هست خب یعنی میشه 10 تا پتو بعد 17 تا پتو تو گاراژه بعد به مامانم میگم مامان بعد رفتم میگم میگه از پتوهاش پتوهای منه که 2003 استفاده میکردم میگم اینو چرا نگه داشتی نخه میگم چه سناریویی میبینی که این استفاده بشه زامبیا میخوان میخواد تل... میخوان درا رو ببندیم مثلا لایت نره بیرون منطق چیه تو چه لولی دیگه باید بشه که این استفاده بشه بیا بندازیم بیرون نه بعد واقعا گریش میگیره وقتی بهش میگم خب بندازم بیرون من میبینم که مثلا داره شروع کنه علق کردن میلرزه مثلا انگار بخواد وجودش بگیری آقا واسه من مانم بره ایران مانا رفت ایران یه روز بلند شم. دو تا کارگر رفتم خونهشون هر چی بود ریختم دور شت <تص> چیکارت کرد ببین بابام اونجا عین اینه... حالا بابام اون یک نه بودم یعنی بچه‌ای که کتک خورده واسه یه گوشه بعد میگفت مامان بیاد پدر منو در میاره نه اون داره خدا اون انداز میگم بابا مامان بز به من قور که تو چیکار داری تو بگو بهت هتک شده دیگه همینجوری که به هتک شده بهت هتک شده خلاصه مثلا من چهار تا از این پتوها رو نگه داشتم سیزده تا شون دخواست داشت کن اگه بدونی چقدر داستان داشتیم اما آنم اومد ناراحت من دیگه با تو حرف نمیزنم تو وایسدی من برم به من بکس دبم کاری تکنیک دید یعنی <applause> اصلا ناراحت شده که تو زندگی من بهم بعد الان حیاتشون تمیز شده توش آشغال نیست هم پشت خون جور خونشون پارکینگشون می تمیز شده امین چقدر آشغال ریختم دور ولی اینجوری دیگه الان میگم الان سوال کنیم بچه کامنت بذارین آدمایی که شما تو خونه مامباتون چقدر چیز میز نگه میدارن خودتون چطورین آره خودت نگه میدارین خیلی دوستام میدارم چند تا درصد رسیده به بچه‌ها چون من اینه که دیدم گفتم خب این خیلی منتالیتی احمقانه ایه حالا مثلا تو ایران جابه نگه میدن چون خون پس بدن یا بفروشن <متصفيق> جعبه کل قیمت رو جابه است من نمیدونم چه ایدم باز مغازه‌ای دیدم من خود سلاچ خورم روزی بردم هوم دیپو پس دادم دیگه نمیخوام همیشه لازم نیستش <applause> آره اصلا هیچ وقت لازم نیست سلاچ خورم بردم اونجا با یه رسید غلط عکس گرفته بودم اونجا دادم یه ذره قورت دادم بهم پس داد نه با همه چی اصلا میگم من یه فای بخواست کنم تو پس بدم باسه بابا هم کنم بابا چه این خراب، خرابه چون نمیری پسش بدی گوه خب رو انداخم دور بابا هم چه ربطی داره ما جوهش رو نمیخوان میگم نه جوهش که فقط وقت برسه به تو خراب نشه پرپس دیگه در این جوه دیگه به تو رسی بزن سلاش من تو زنی بودم پس نردم من جوه باشه نمیبرم جوه رو چون جعبه رو باید برداری بذاری توش بالکیه مثلا یارو میذارم توی کیسه میذارم میذارم روی میز جعبه‌ش داشته دو باشم نمیبرم بهش بدم ولی آره این پروسه میگم من خلاصه خیلی به فکر عمیق های چون میگم دقیقا تو خیلی جالب داشت توضیح که آقا مامان تو دلیلش این که تو جنگ اینجوری این منتالیته رو پیدا کردن حالا مهم نیست که از خانواده خیلی مثلا پولداری یا فقیر یا متوسطی زیاد این من برام خیلی جالبه که چی باعث میشه که این یه سری افکاری که شک میگیره سری ارزش هایی که شک میگیره از سن جوونی یا نوجوانی یا توی میانسالی حالا هر وقت چون هرچی پیرتر هم میشی آدم ستابرنتر و قدتر میشه توی افکارش دوگتر میشه ب چه, چه عقاید احمقانه مذهبی فلسفی باشه چه چیزایی ساده میسی که این پتوه رو از 1994 من نمیتونم بندازم دور یه وابستگی بهش پیدا میکنی که خیلی هم غیر منطقی ولی اون آدم میگه مثلا منطق مارمان اینه که میگه که من 40 سال این خونه رو ساختم و مثلا با دستی خونه هر وقت تو خونه خودو و وسیله خودت ساختی مثلا برو هر کاری خاصی بکن میگم اوکی از از ایموشنال تا حدی میتونم درک کنم باز منطقی نیست نه کاشون قرادی کاملا قرادی اشغال جمع میکنه و حالا من یه پوینتی میخوام بدم تو میم فکر نکردی یه چیزی که ما با به این فکر نمیکنن وقتی این دایوسا بمیرن ما با, با این اشغال تمیز کنیم بعد ما باید با آیدی پتو 94 1994 اینو گریه کنیم اینا هم تو خاک تو تخمشون نیست اینه که من تا داشتم وقتی شما باید تمیز باشه اتفاقی بیافته ما خیلی کمتر زرج میکشیم تا که من برم 17 تا لباس کمد لباس, لباس بابام خالی کنم و میگم این این عقاید قد باعث میشه که اونا شروع کنن تحمیل کردن این رفتار رو به بچه های خودشون که میگن آره. بحث بودتا که من این انتقادم امروز از مام بابا اینه که آقا اون اف، افکاری زیر رو بذارین کنار مهمتر از همه چیزی بذار بچه گوش کنید من یه چیزی که شده که خیلی مامبا مامبای من که من یا نمیاد آخرین بار کی از من معذرت خواهی کرده باشم یعنی مثلا من خیلی منتالیتیش یعنی من تا... مامبای ایرانی حالا مامبای سنتی حالا همه جا مثلا خیلی سخت به خودش اجازه میده که از بچهش معذرت میگه من اشتباه کردم یا مسئولیت میپذیرن برای رفتار مثلا امروز اشتباه کردم نباید سر داد میزنم همیشه مثلا اینکه یه بستنی برات میارن یا مثلا فلان یه جور دیگه مثلا سعی میکنن ادرت من آقا بشونن خیلی جدی بگن آقا من میدونی چه سری کارهای اشتباهی کردم یا فکر کردم در رفتار خودم و مسئولیتش رو میپذیرم آه. نمیگم که همیشه مام باباشه ما درست هم بیشتر وقتام درست نه خیلی وقتا حرفای پر از خلدی میزنن که مثلا میگه من میدونم این رفیقت برات بعد این جاکش آره. و تو میگی بابا دو سال آره. میره تو باجا آره. آره. به هکر زندگیت اصلا به گا میره ولی آره. از اون آره. ما که آدم فلان شده یه آره این چیزا با تجربه میاد وزنه ویز بعد قبلا دنیا رو ویزده میچرخیده چون هیچی دیگه به عنوان نالج وجود نداشته ویزدم پارتیش نالج بوده میفهمی چی میگم به خاطر همین تو هر چی صد میفته بالا با این نیچر بیشتر اکسپرینس داشتی پس با احتمالاً ویزدمت بیشتر بوده واسه تو وقتی رو سن یا رو آدما رو میدیدی میتونستی بفهمی که اوکی اگه الان میخوام از که سوال بپرسم احتمالاً اون جوابش بیشتر میدونه که ریش سفیده تا اینی که مثلا 16 سالشه اون منتالیتی توی ارای ما تموم میشه اصلا به اینترنت و انفورمیشن و اطلاعات الان میگن ارای تکنولوژی دیگه زمان سنگ بوده زمان چوب بوده زمان بوده صنعتی بعد الان تکنولوژی الان میگن انفورمیشن الان میگن ارای انفورمیشنه که تو آقا انفورمیشن رو هر چی بخوای هست واسه همین دیگه الان خیلی موقع ها مثلا من یه آدم پیرمرد میبینم میگه مثلا همچین چیزی بگه میگن دیسکورد بلدی بعد میگه ها میگم خب زر نزن الان دیسکورد <applause> یه بچه‌شون داره برای توی سه روز ستاپش میکنه من خدایی یک روز کامل خوندم میخواستم یه الان دست پسره برام 20 تا پیج درست کرد حالا 20 تا اتاق درست کرده توی سرورم من می‌خواستم یه دونه اتاق درست کنم تو سرور من اومده بود تو حالا یا نه نه سه چهار سال سرور خفن داستانی داشت مثلا ما یه دهکده عجب بود سرور ما نه با تعریف با. میکنم بعدا داستانش خلاص من اینو میگم میخواستم من بکنم یه روز یوتیوب نگاه کردم و انجام دادم نشد هر کاری کردم کار نکرد حالا مشکل از اون یا من نتونستم نشد واسه همین آدمای جدید خیلی م... یه موقعی بیشتر تو میدونم یه بیشتر نمیدونن اگر اینفورمیشن باشه یا تکنولوژی باشه یا نالج باشه احتمال داره بیشتر بدونن واسه این مامان بابا یعنی این کودی خود بنده باید قبول کنم که مثلا یه موقعی چیزی از پاشو یاد میگیرم مثلا تو جنگل بودیم چند پیش بعد درخت های کاج دیدین نوکشون میزنه سبزشون کم رنگ تره <applause> گفت بابا اونا رو میشه خورد میدونستی گفتم نه یعنی چی <applause> گفت وقتی که سبز کم میتونی بخوری وقتی پر دیگه نمیتونی بخوری بعدا نمیتونی هضمش خب برام خیلی جالب بود سعی دون کندم خوردم مثلا اون مزه رو که مثلا جالب بود برام یعنی گوش میدم نه که میگم نه یعنی چی نمیشه مثلا بابا ایرانی اینجوریه نمیشه خورد نمیشه خورد دم پایم تو سرت هم آره نه علفم بخور آره هم بخور همیشه اون که برینم من یادم یه بچه افتادم توی آتیش آتیش گرفتم بعد مثلا بچگی با امکم آم کمک میکنه اون وقت چرا خودت تو آتیش میخوای جلب شنب... توجه <تصحاب> کنی میگم دارم میسوزم خیلی من خرد بودم خیلی بچه بودم ولی آره نه میفهمم چی میگی ولی از اونورم یه بدبخت داره که از اون اطلاعات دسترسی بهش خب بیشتر شده ولی از اون ور نامه گاو 18 ساله میان لایف کوچ میشن تو <تصحنت> بخاطر که دسترسی به یه سری اطلاعات پیدا میکنه بس اما آدم یه که الان میان توی مثلا اینستاگرام و اینا یه سری جمله میدن دوست خوب داشته باشین اینقدر پول فلان کنید نمیدونم چه اصلا یعنی من خیلی هرسم میگیره ببین تو من با تو حال میکنم یعنی که من دیدم به چش با یه سری کارت واقعا مغز اقتصادی قویه حالا تو بخوای بری کانسرت شد دوباره سکس بدی واقعا موقع کردن چه جوری هستی و مثلا چه جوری مثلا تو سی وقت رکورد کنم چیزی یاد بگم همین برای من ولی توی دیدم که مثلا چقدر توی ایده های اقتصادی واقعا خیلی هوشمندانه خیلی فکرای درست و مامانم به تمام کسایی که باشون کانسنتریشن داشتم گفتم اگه حال نکنین پولتون پس میدم حتی یه نفر تا حالا من تبلیغ براش دارم میکنم پول واقعا حلالت باشه پول واقعا چون میگم یه چیزی که حال میکنم بدون اینکه میگم آ تو این مب هست چون به چش دیدم که به طرز واقعی چجوری مثلا یه پروژه رو موفق میکنی یا ایده خلاقانه ای جدیدی میاری میگم آخه توی این فیلد این آدم اگه کانسالتیشن بده قبولش دارم و خب تا خطش هم آدم بر اساس حرف ببین احترام و ریسپکت چیزی که تو نمیتونی با پول بخری میدونی چی میگم تو تا ظاهر مثلا شما بتونی مثلا یه سری خای مالو بخری و فلان چی ولی احترام یا ریسپکت برای اون عقیده یا کارت یا هنرت یا فنت چجوری میاد از روی تجربات از روی کوالتی خود اون کاری که ارائه دادی و آدمایی که میرن از تو صحبت میکنن یعنی یکی اینکه کارت یه هست speak for itself یعنی خوبی تو اون فیلد و هایی که از آدما و دوستای و خصوص پیرای دور برای خودت بگیری این دوستای نزدیکت که مثلا اتب... من اگه مثلا کسی رو سهیل به من معرفی کنه من بهش اعتماد میکنم من چون به سوهل اعتماد کنم به اون آدم اعتماد خواهم کرد می منظورم چیه یعنی این این کانکشن باعث میشه که تو برند تو قوی تر بشه دیگه از اندازه فکر کنم مگر کانسنتشن بد بود زیر تمام ویدیو می اومد این دایوس دوز پول ما رو گرفت یک چرت و پرت هیچی هیچ چیزی نمیفهمه اینو اصلا درست میکرد لاک پشت بنفشکیش که نمیفهمه که میزد هر اگه من این همه ویدیو یه دونه کامنت بد ندارم راجع به کازل همون واقعا درست ثابت میکنه که همه چون من نمیخواستم حالت تبلیغاتی را بندازم بچه‌ها بیان به من چیز بگین ستاره بذارین برام به فلان گفتم آقا کسی که من امروز امروز که کانسالتیشن داشتم خانم گفتش که والا من سه سال اومده کانادا گفت والا من سه سال شما رو باشن تو ایران آشنا شدم لباس گاف پوشیده بودی امروز از به گاوه کانسالتیشن میگیرم گفتم خدایی سخته که با لباس گاف بری تو اعتماد مرا جلب کنی ولی باید انقدر به خودت مطمئن باشی نه به خود مطمئن باشی مطمئن یعنی بلد باشی کارتو که این اتفاق واسه بیفته که وقتی یارو میاد حرف میزنه میگه اوکی نه گاوش هم از روی خنده و جوک و پرپس آرتیستیش بوده نه واسه که مثلا یارو نمیفهم و مسخره است من چیزی از تو مثلا یاد گرفتم این که آدم باید شجاعتی نداشته باشه که نگاه کنه چون بعضی ما فکر می کار خیلی سخته فکر می کنم شده اینی اصلا همه بالاخره کلی نیازهایی هستش که باید برآورده بشه برای همه و خیلی وقت ما فکر می که این از نقطه ای به B چه جوری میرسه چه جوری استفاده میشه کی مصرف میکنه فلان چون انقدر کنگاشات شدیم از از فکری به خیلی چیزا و هی سکرول کردن و فلان ام. اون و ترکیب اون با این که مثلا تو دنیای امروز مدرک دیگه اونقدر معنی نمیده با هر کی هم امروز زمین رودخونه داشتم شنا میکردم خانم من رشف دادم رودخونه باهم هم که زنگ میزنه چه اصلا بازی واقعا خیلی با النا. خلاصه ام. همونجا مثلا با چند نفرشون حرف میزدیم اونا همین می گفتن هیچ مدرکشون به دردشون نمیخورد برای کارشون یعنی من نمیگم مدرک اصلا به درد نمیخوره خیلی هم خوب هستش شده شده آدم ولی روز به روز بیشتر داره به عنوان یک تیکه یک کاغذ بیهوده پیش میره ببین مدرک مثل اینه که مثلا هم بگم من سیگاری نیستم یه پوینت دلیل نمیشه تو سیگاری باشی یا نباشی موفق باشی یا باهوش باشی یا کثیف باشی یا دوز باشی فقط تو سیگاری هست یا نیست اینا مدک داری یا نداری حالا شاید به درد بخوره شاید نخوره شاید تو کارت لازم شده شده نشه باشی شاید کی بهت زن بده به خاطر اینو داری شاید به زن نده چون اینو نداری میدونی یه پوینت خیلی کوچولوئه بعضی فیلم ها مدرکه کل داستانه اوکی میرم بزرگ میشم مدرکو میگم دیگه زندگی مینه جلو ولی بگیریم به همون بحث مام باباها هم هم. میخوام با همین بگم که چی مایس میشه که مثلا تو میخوام فرق با خواهرات چه جوریه یعنی از از اونام هم همین این منتالیتی تو رو دارن که توی هر اتفاقی که میفته دور ورت تو یه فرصت خود طلایی توش میبینی و بتونی کپیتالایز کنی روی اون فرصت یا نه؟, نه خواهر من نه اصلا که اینجوری نیستش که اصلا مثلا من بهش بگم هم نمیفهمه چی میشه تو یک خانواده دو نفره انقدر متفاوته من تو دقیقاً داشتم به دوستم دو خواهر برادر فکر میکردم برادره چون مام بابا خیلی مام بابا مثلا ریلکس و آروم ولی مثلا پسره انقدر زبل و زرنگ و پررو و شاخ و مثلا فلان با خواهر خیلی با متانت خیلی آروم خیلی محترم ولی مثلا هیجان اون در من... اون حد نبود من خب خو... که نمیدونم ولی با مغز فندقی خودم چیزی که راجع به زندگی خودم فکر کردم من دلیلی اینو که دیدم این بود که خواهر من توی ایران تو نمیدونم بنتون یا تو فرشته بود مثلا من خاطره که دارم هر چند وقت یه بار خواهر من میرفت با بابام و من میرفتیم مغازه بنتون بعد بنتون رو برای ما بسیم این مغازه بسته بود ما میرفتیم تو بعد صاحب بنتون میشست با بابام ویسکی میزدن دمی کشیه من همینجوری جوام میرفتم قیمتا رو میخوندم و چقدر گرونه و یه شلوانی بعد خواهرم مثلا 20 آیتم میخرید بعد فقط اون آخرش یارو یه نگاه رو به بابام میگفت مثلا فلان قد بابام یه چک تایم میدیش میداد و میمدیم بیرون بعد من از این ترانزیشن خیلی بدم میومد خیلی احساس میکردم که ام توی اون بازی من میخواستم صاحب بنتون باشم بابامو چاغال میدیدم خواهرم هم اسکول میدیدم فهمیدی بعد فهمید گفتم که من نمیخوام این ست از این تو این ست من میخوام اون باشم هر میشه وقتی توی اتاق هستن ستاشون نشستن ستاشون دارن ویسکی میزنن ستاشون دارن هالوول میکنن اون جنس بورد پولدارتر شد همین چیزی هم که معلم واسش وقت بخواد ورداره واسش مجانیه اونم میخواد شلوار بخره واسش مجانیه این میخواد شلوارش بخره بعد پول بده پس هم از نظر خریدی برده هم از نظر پولی برده هم همینقدر ایکولن زینه حال کرده خب توی اتاق من چرا میخوام این دوتا باشم میخوام اون باشم سو من همیشه میگم ادب از کاموختی از بی هم یاد گرفتم من بابامو خواهرم توی فایننس خیلی بی فقط پول به گوه میزنن مثلا یه چی با من یه فتو سر کازینو تو چیز بودم ویگسش بازی میکردم بعد یارو گفتش که پیش گفتم چیکاره‌ای گفتش که ج... جادوگرم گفتم کاری بردی بکنی گفت آره پولو تبدیل میکنم به گو همه مجی این خیلی بس من جالب بود این بعد اون روز گفتم که بابای منم با تو همکاره من بابام بزرگترین شعبه اینو تو ایران دارم بعد و همین من اونجا اینو یاد گرفتم من نمیخواستم من تو. ببین نمیدونم چه جوری بگم مثلا میگم الان به نفر گیر بیار بگو باحال ترین چیزی که تو زندگی تو چیه میگه که من آرزومه که م... تو یه دونه کنسرت مثلا کینگ رام باشم خب این آرزو آرزوی تخمی حالا آره دیگه او. یارو داد فنای تو ان میگم که بعد آم... میگم آرزومه چیزی را کینگ رام باشم بعد یکی میاد 50 دلار پول تیکت میخره میاد یکی مثلا از کشور بعد بلند شه بیاد 2000 دو دلار خرج میکنه میاد یکی با تو رفاقت میکنه لاکی میشه بیاد مجانی یکی تو رو پروموت میکنه تو که میای پولم میبره اون چهار نفر اون آدمایی که تو اتاق ما همیشه میبینم و من همیشه دارم خودم موو میکنم از اون 1500 به 50 یا 50 به دوستی از دوستی به اینکه حالا 1000 تا بده من من تو همه پوزیشنام هم همیشه دارم خودم رو موو میکنم به اون سمت چون میگم توی اون اتاق که بابای من فلان قد چک نوشت خواهر من انقدر لباس خرید همه کوالی خوشحالن اینجوریه که بابای من داره میگه آه مردی که دوز پول ما رو زد خواهرم میگه بکنم تو پاچه بابام نه خواهرم داره عشقش میکنه بابام خوشحال داره واسه دخترش خرید میکنه اونم خوشحاله که کاستومرش وی آی پی رفیقم هم و هم دارن ویسکی با هم میزنن تو همه ایکوالی دارن لذت میبرن تو اون موقعیت ولی فقط یکیشون داره میره بالا و من گفتم خب من همیشه دلم میخواد تو موقعیت های زندگیم تو اون پوزیشن اون آدمه بشم همیشه این پوزیشن هست مثلا میگم برای الان رادیو جوان تو اگه بخوای یه دفعه موزیکشو بخواد بذاره بس 3000 دلار بده که نه یه روز اینو بزنن صفحه اول ولی مثلا زد بازی 5000 دلار هم میگیره که موزیکشون رو بزنن اونجا که میذارن میذارن صفحه اول جفتشون خوانندن جفتشون یه زبان میخوان جفتشون تو یه تایم میخونن پوزیشن آدما کجاسته یا همه چی بحث و نگوشیشن میبینم مثلا من همیشه دارم سعی می‌کنم. اونو که دیدم سعی کنم هم همیشه خودم تو هر موقعیتی هر جا که بودم مثلا اگر تو کازینو بازی کنم خب اگر الان ما تیممون کامله چرا میام کازینو بیام خونه خودم هم بازی کنیم و کازینو چی به بچه ها میده یه دیلر میده یه میز میده صندلی میده تموم شد خب که من اینا رو میدم غذا میدم مثلا گلم میدم خب پس کسی که میاد خونه من راحت تره میز میتونه گل بکشه تو کازینو تو نمیتونی سیگار بکشی ممنوعه من موزیکی گذاشتم مثلا دیپ هاوسه تو کازینو دیپ هاوس نمیذاره تاش پاپ بذاره داره مثلا بریدنی استرز میخوره برای همین خب من آپگرید میکنم آپگرید میکنم پس من یه چیز بهتر درست میکنم حالی که ما تو اینجیم ولی یه سری دوستان ده نفرن 20 سال ما هر پنج شنبه میریم با هم دور هم یه میگیریم به همون وی آی پی میزن میدن تو اتاق بغلیه میشیم دور بازی میکنیم هر ده تاشون خواهرای منن من, من اونم که میگم آقا ما ده تا نمیدیم حفاظت داریم داریم هر شب حساب کم داریم 400 دلار به کازینو پول میدیم 400 تا به من من بهتون اکسترا سرویس هم میدم پولم تو خودمو میچرخه بعد میبینیم من ماهی 1600 دلار درآمد واسم درست شده گارانتی هم دیگه بازی دارم چون من کونگوشادم یه وقت کازینو دور حسینم برم فلان یه خونه خودم که باشه یا جایی که مثلا من میدونم باشه یه خونه حتما اونجا مرمی جالبیش همه که تو کار تو حاصل میکنی میدونی نمیتونی جوزدم یا بعضی از خب با, با خیلی با کسکشی و با زرنگی و با خیلی حالت ایولی میدونی سعی میکنن بیزنس بکنن سر آدم ها کلا بذارن تو ولی خیلی این پروسس به نظر من خیلی ترانسپرنت من خودم مثلا الان اون یه کار مثلا یه, یه بیزنسی که میخوام بزنم و کار رو انجام بدم میخوام همه چیش خیلی شفاف روشن آقا با اینقدر رقم هست اینقدر همه در آوردیم اینقدرش مال تو اینقدرش مال تو مال اون اینقدرش خرج اینجوری اینقدرش هم برای من میمونه یعنی ببین میخوام آخر روز همه خوشحال برن کنار از از وقتی که رقم آخر رو میبینیم یه جوری باشه که همه خوشحال باشن هیچ وقت نکنه که مثلا همین چیزی هم... دیگه. من میگم ببین مثلا گفتم کازینو با محا... اون مثالی که زدم کازینو داره از اون گروه 400 دلار میگیره یک و دو سه رو داره پروواید میکنه گفتم خب آقا بیا من بهتون یک و دو سه و چهار و پنج هم میدم پولو میدیم به من واسه همین همه دارن می‌برن من دارم می‌برم چون دارم پول می‌گیرم اونا دارن میبرن چون چهار و پنج اضافه گرفتن پس دلیلی نداره من میخوام قایم کنم یا مثلا مخشون رو بزنم ولی مردم میگن بیا کازینو بعد سندلیشو مثلا میگه از این آهنیا میذاریم مثلا شروع میکنه اونوری رفتن چون هی میخواد چار رو بیشتر بکنه من اکچی اونوری میرم